بسم الله الرحمن الرحيم. مهدی امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت اب، ای اختر و نور سحر، ای اختر و نور سحر. ای یار خورشیدای من، ای نور دل آرای من، ای دولت کریم من، نور تو دعای من، نور تو دعای من. دیدنت آرزوی ما، وصف تو گفتگوی ما، قرآن جان فاسده، نظر نما به سوی ما، نظر نما به سوی ما. ای گل نرگس احمیا، دل بر و مون سحمیا، دید و صفا نباشدم میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا. ای گل نرگسم بیا، دل بر و مونسم بیا، دید و صفا نباشدم میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا. ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
رفتن. چون اسلام یک سری قواعد دست و پاگیر داشته و داره و یکیش هم حجاب هست، فلذا از همه این ترقیات و تکاملات باز مونده و نتونسته که یک دین متکامل و مترقی باشه، چون درش حجاب هست. پله بالاتر این که آیا اصولاً حجاب ساخته و پرداخته ادیان هست، مخصوصاً دین الهی اسلام، یا اینکه نه یک مسئله است که بشر فطرتاً هم به اون پرداخته و فطرتاً دوست داره که با حجاب باشه. دقت بکنید که چند تا مطلب و موضوع و سوال و اشکال رو ما مطرح کردیم. خیلی ساده. بحث امروز ما پاسخ به این اشکالات و سوالات است. در مورد این موضوع شروع میکنم به صحبت کردن، انشاءالله برسیم به اینجایی که ببینیم حجاب آیا مختص اسلام هست، آیا فقط در حوزه‌های علمیه درست شده، آیا به قول یه مش عوامی که میگن آخوندها از خودشون اینا رو در آوردن که بتونن مردم رو بتیخن، ازشون پول بگیرن و جلوی ترقی اینها رو بگیرن، به اهداف دیگری برسن، از این حرفایی که عوام میزنن به همین صورتی هم که من گفتم بیان میکنن، آیا این چنینه یا نه. من از آخرین مسئله شروع میکنم. یادتون باشه آخرین مسئله این بود که عرض کردیم که آیا
که بعضی ها اینو میان با خروج تعبیر میکنن که اینا درست نیست. اصلا آیت قرآن راجع به اخراج حضرت آدم و حوا میدونید یک کلمه هم حرف نزد که اینا از بهشت اخراج شد. اصلا آیت قرآن همچین چیزی نداره. حالا مردم از کجای حرفا رو در میارن؟ ما هرچی فکر کنیم عقل به جایی نیست. میفهمد هبوط کرد. خب قبل از اینکه هبوط کنن آیه رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فدالله ما به غروره. شیطان به سبب قسمی که خورد اینها رو فهمید. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. خیلی خوب دقت بفرمایید خواهش میکنم. میفهمند به هنگامی که از اون درخت چشیدند و خوردند اندامشان چه اندامی؟ سوآتهما. سوآتهما عرض کردیم مترادف عورت هست، یعنی اون قسمت از بدن که انسان مایل نیست دیگران اون رو ببینن، زشتی میدونه اون رو که همگان اون رو ببینن، زشتی های بدن اینها آشکار شد. خب موضعی که ما بهش میگیم جزء موازعی که زشتی های بدن از آشکار میشه، نباید آشکار بشه. خب بگه آشکار شد. بعد خیلی جالبه، هنوز تو بهشتن، هنوز خارج نشدن، هنوز حبود نگردن. و تفقا یخصفان علیه ما من ورق جنه. میفرماید که اینا در یه موقعیتی قرار گرفتن که وقتی دیدن به این صورت هست یه کاریش میکردن انجام دادن که اون مرتبط با بحث ماست. بعد از این مقدمه که چی بودید؟ اون کار چی بود؟ میفهمد این کار این بود که شروع کردن به قرار دادن برگ‌های درختان بهشتی بر یک دیگر تا آن را بپوشانند. یعنی برگ‌های درخت بهشتی و کنار هم چیدن، اینها را به هم دیگه جره کردن، از برگ‌ها برای خودشان پوششی ساختن که با این پوشش موازعی که ما بهش میگیم سوآت و ما موازع زشتی تو بدن که نباید برهنه و عریان بشه، اینها رو بپوشونن و اینها رو پوشونن. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
السلام علی المرسلین،